سمسان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه ها چه خبر؟ چی کار میکنید؟ آقا دو روزه نیستم، قبول دارم اومدم یه آتیشی بچه ها براق کردم در آلکاتراز و رفتم. نه بچه ها شوخی میکنم، خدا درگیر خونم دیگه، نمکن وسیله مسئله همه چی دارم اوکی میکنم دیگه، واقعا دیگه قشنگ میگم دنبال کاریم. خدا وکیلی داخشمین مثل کوزت داشت تمیز میکرد کف زمین. چه خبر آقا؟ چیکارا میکنید؟ امروز اومدم با یک ویدیو پرمحتوا، یعنی آموزشی صد. یکی از بزرگترین بچه‌ها مشکلات تاریخ کال آف موبایل پلیرها در این ویدیو حل خواهد شد. حالا اینا بماند بچه ها، ویدیو کلن آموزشیه، فقط اولش گیم پلی. داداشم بیا اینجا، فقط فرار نکن. آقا چه خبر رو چیکار میکنید؟ یه امین یه قلب قرمز بکوید بچه ها. خیلی ها سریع سوال کرد داداشم این چی شد. بچه ها انصافا فردا دیزاینر میخواد بیاد اتاق قشنگ کامل ببینه، بررسی بکنه. یه نظری هم بچه ها بذارم ازتون بگیرم، حال گیمینگ هم میتونم بزنم به جای اتاق گیمینگ، یعنی تو حال اوکی بکنم بساط لهو و لعب استریم بودو ببینم. داخشمین اعصاب ضعیف، یعنی بچه‌ها یه ویدیو امروز براتون تهیه کردم، نگاه کن 100 دیگه میره بالا. ببین این ویدیو ضد کمپرهای کال آف موبایل، یعنی میبینی عشق میکنه. داد نایف شکار کردی؟ بیا پایین، بیا پایین، سرمون داد چه داد گرفتی؟ سولو اسکوات باید اینجوری باید بزنیم. آه خدا وکیلی میگم، یعنی دو روز ویدیو نمیذارم حالم خراب میشه. میگم بابا برم سریع ویدیو بگیرم، با اینکه خدا وکیلی اگه الان بدونید تو چه شرایطی دارم وایس میگیرم. عکسشو بذار بچه ها، بعدم میذارم براتون، یعنی عکسشو میذارم که فقط عشق بکنید ببینم من چقدر به فکر شما بودم. ولی بچه ها ویدیو امروز بچه ها کلن آموزشی طوره. یک صحنه رو بچه ها دقیقا الان با هم میبینیم، اینو زدم گفتم آقا شاید خیلی ها ندونن، خیلی ها مثلا کلن میام یا مثلا نتونن چون قلق داره و چندین راه دیگه. بچه ها تو این ویدیو دقیق دقیق معرفی میکنم بهتون که بچه ها کمپره بالای نردبون بلک مارکت رو بزنی. ببین نمیدونم هر کی راه حلی داره، یکی میره بالا مثل این میزنه، یکی مثل داخشمین اینجوری نینجا شات میده. بچه ها نینجا رو باید بزنید به لبه اون میله کناری، قشنگ میری بالا با شاتگان باشی 100% یه شات میزنی، نگاه کن انمی پرت میشه تو دیوار، یعنی مرد هیچ راهی نداره، از اون شات قشنگا بودا. حالا بچه ها تو همین ویدیو دقیقا همینجا کامنت ها بتره کنید، آقا لایک یادتون نره، فکر کنم چنل داره میشه 110K. بچه ها لو هم دارم، لو هم دم دسته، خدا وکیلی اولین روز بچه ها میشینم بازش میکنم، همونو قشنگ نگاه کن میبرم با دست ها میذارم در بکران، البته اگه جا هم بود میندازم گردن یه دوری براتون میزنم چه قول داده بودم. آقا همه این بچه ها همه این داستان ماستان ها به کنار، بذارید دقیقا امروز میخوام مشکل آموزش این نردبون رو حل بکنم. یعنی میگم هر گانی دستت باشه، هر کلاسی داشته باشی، همه جوره بچه ها به توضیح میدم با چند روش مختلف، نه فقط یکی، بری قشنگ بالای نردبون انمی رو بزنی بگه ها بودو ببینم. اینجا بچه ها اسلاید اسپکتر برداشتم 100. آقا اینا به کنار، خواستم یه گیم پلی کامل بذارم براتون امروز. ببین دوئل زدم با چیتر در حد از اونا که دوست داری، اونو بچه ها براتون میذارم، ولی گفتم ببین محتوای آموزشی خیلی بهتره، این فقط دلم میخواد سطح کال آف بیشتر بره. فعلا که نگاه کن همین که کلاس ها رو در آلکاتراز آزاد کردیم فعلا کافیه. اینم بچه ها ببینید واسه ایزو بازا دوست ندارم فقط آلکاتراز بازایی مثل خودم اشغال بکنن، یه ایزو بازی بچه ها بذاریم براتون که بهت دیگه اوکی بکنید. ببین بچه ها یه توضیح بدم در مورد بچه آلکاتراز که میگم هم بازی و هم اینستا و هم یوتیوب و همه جا رو زد ترکون. آقا واسه ویدیوی امروز یه چلنج میخوام بذارم، ببین دقیقا مثل سری قبلی میخوام استوریا رو بتر کنید. بچه هر استوری میذارید منو منشن کنید که بتونم ببینمش. خب بعد عرضم به حضورتون که آقا به هر روشی که امروز توضیح دادم بچه من میتونستم همه اینا رو بگیم. آخ نگاهی میخواد بکشتمون بعد ببینم، یعنی نگاه کن یار رندوم این بدیا رو داره دیگه. نگاه کن بچه‌ها داشتم بعد قشنگ براتون توضیح میدادم، نگاه کن ببین قشنگ میری داخل بازی گیم هستی، همه از بچه‌ها زدن این شات ها هیچ کاری نداره، یعنی داخل بازی واقعی بخوای بزنی. من فقط میخواستم یه ویدیو سریع بذارم همه رو کنار هم، یکی از بچه‌ها رو بردم علی رو بردم که دیگه آقا بذارم کنارم راحت بچه‌ها توضیح بدم. شما میرید داخل مچ واقعی، هر کسی اون بالا دیدی کم کرد میزنه تو گوشش. اون بالا بچه ها خیلی دیدم میان با شاتگان این گوشه میچینن، شما هم هزار بار مردید، منم ناگون هزار بار از این کمپرهای بی تربیت مردم. میرید اونجا بچه ها شات قشنگا رو میزنید، یه آهنگ درست درمون حالا گذاشتید خواستیش، نمیدونم میم میذارید یا هر چیزی، بچه
بچه ها منم منشن میکنید، هر روشی که توضیح دادم بچه ها قبوله، از یه چیز دیگه هم استقبال زیاد میشه. آقا شما بیا یه ایده دیگه برای زدن این بالا بچه ها خودت پیدا بکنی اون لحظه. اوکی بچه ها، اول با پامپ دستتو میذاری روی جامپ، خیلی میره بالا. ببین نیاز نیست کلاسو بزنی. خب الان وای آجی گونو نگاه کن، یه قدمی ننداخت، میری بالا بچه ها، از پام دستو میگیری جام بر نمیداری، یکم جو ببین جویستیکو میگیری سمت راست، بالای بالا رفت میپری داداشم. این روش یک. ببین هر روشی میگم به ذهنم اومد بچه ها براتون زدم انواع و اقسام چی، ولی خدای نینجای خیلی خفنه، ندیدم هم کسی بزنه، چون بچه نینجای معمولا نمیگیره. با چاپرم بچه یه همچین کیلای من داشتم، بازم دیدین ننداخت. اصلا نمیدونم امروز بچه ها اچس لژندری داخشمین به جای ساتور اسمش آپاش میباشد. یعنی نگاه کن آپاش باشی باش. آخ آخ داداشم، از این شاتهای جذاب امین فرنوی اینا رو بچه همه رو میخوام برید تو بازی بزنید. خیلی داشتم بچه، دو تا سه تا کیلم بچه داشتم اینجوری با پام. یه روش دارم بچه، یه مقدار وحشی وحشیان است واقعا. یعنی این کار رو اگه کسی با من بکنه، اولین کاری که میکنم سفر رو میکشم بالا، اینو میبندم. اینو خدا وکیلی هر کی داخل مچ واقعی زد بیاد، من بجز ادستوری جایزم بهش میدم تو مچ واقعی. چون بچه میگم شما زدنش واقعا کار سختی نیست. تو ببین جت و ول بدی به هر چیزی بتره که روش میمیره. این که بچه همزمان جت دستت باشه همزمان یکی همون بالا باشه تو مچ واقعی یه مقدار دیر در میاد، ولی ایده آخ 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 جتو میکوبونی تو سر مردی، حتی تیرم نمیخواد بزنی ها، میزنی تو سرش، نها کن قشنگ صداش در میاد داداش داداش. همین بریم جلو بچه ها. ببین با چاپرم که میشه دیگه، چاپر رو شما همون هر جا میگم چاپر رو ولش کنی قشنگ میخوره تو سرش مردی ناک میشه. این از این موضوع بچه ها. با این کلاس هم نها کن، شما این کلاس رو داخل تمام کاستوم ها میتونید بردارید، فقط کافی دیفالت بذاریدش. دیفالت میذارید کلاس رو میذارید، طرف پرت میشه پایین، دوتا شات بزن بیا پایین بابا بیا پایین، سرمون درد گرفت بی تربیت. میریم جلوتر بچه ها، روش بعدی با روش های سامورایی. ببین اصلا ظلمی که من امروز به کمپرهای بلک مارکت کردم هیچ کس نکرد. اگه گان نداره یه دونه نووا داری بنداز، دمیج باشه طرف 100% ناک میشه. حالا نووا این سیزن ضعیف شده، سیزن قبلی میگم قشنگ داخل یک ثانیه نووا ناک میکرد. بیا اینجا بیا اینجا، کتک خور فیلم هندیمونو بچه ها سری بلند بکنید تا بیم دوباره بزنیمش. یه کاستوم زدم تیر بی نهایت، انواع و اقسام هر روش میگم بچه ها، هر روش مغز بازی به ذهن من رسید و گذاشتم. تنها رایی هم که بچه ها بشه مستقیم بدون هیچ کاری به این تیر زد، الان هم بهتون میگم که آقا مثلا اونو باید چیکار کنید. ببین بچه ها ریوایند رو توضیح دادم، یکی باگ جامپه که یه بچه ها یه ویدیو کامل دارم، اونم بچه ها اگه بخواید براتون میذارم لینکشو، یه ویدیو کامل میرید بچه ها این باگ جامپ رو یاد میگیرید. یه اسلاید میزنی یه جامپ، بعد یوهو اگه بخوای ولش کنی بچه ها یه باگ ول میکنه، دو سه متر میری بالا. اینجوری نیست همونجا مثلا بیفتی پایین. اینم بچه ها خیلی راحت میشه زد، یعنی شما شاتگان اومد دستت، باگ این باگ جامپ رو بچه ها میزنی خیلی ترتمیز، نها کن خیلی شیک خیلی تمیز، انمی ناک میشه میگه بودا ببینم بودا برو خونتون بی تربیت. از این موضوع یه جای کمپ هم بچه شماره که رندوم با همون بود یاد داد، ولی عجب جایی ها نمکن، یا این بالا خط دم در رو میگیری تو کاستومو، اما دو نفر سه نفر بیاد اینجا نمکن از این ور میری بالا. ببین اصلا نه کسی اول اینجا اینجا رو چک میکنه، یه اسکین مشی هم وردار آخ 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 به همین شکل میزنه تو گوش همه بودو ببینم. اینم بچه ها فعلا یه اشانتیون بود بهتون دادم. خواستم کاتش بزنم گفتم نه حیفه بچه ها. دیگه ویدیوها از این بچه ها ویدیوها از این به بعد سبک آموزشی داره. ببین یا آموزشی اینجوری میذارم سطح ها رو فرسنگ ها جا به جا کنیم، یا بچه ها کلن ویدیو فان میگیریم. داداش هم اینجا بچه ها یه باگ جامپ میزنی 3-4 کیلومتر میری بالا، بی اختیر نخورد فسکوپ داخشمی نخورد نداره، یه بار جستی ملخه همینجوری بچه بیاد. بچه میگم من با اسنایپ زدم، حتی داخل همون ویدیو زدم اینو، ولی میگم گفتم آقا یه روش بذارم. اوکی بچه با ایرون خودتون میشه، ولی یه ایرون هم داخل بلک بود که من امروز هر کاستومی میزدم کلا باگ میشد. با ایرون زدنشون بچه ها خیلی راحته، یعنی فقط کافیه به اون نقطه بالا سرشون هر گانی داشته باشید بخواید نیدشون کنید، به هر روش عاقلانه و غیر عاقلانه میشه زد. بچه با چاپر با اسمارس میشه زد دیگه. من میگم فقط اون مبحث‌های اصلیشو توضیح دادم، شما هر ایده‌ای به ذهنت رسید بازم بیا بگو. بچه ها یه ایده دیگه هست، از اینم خیلی استفاده میکنم، یعنی کیلم زدم حتی میگم داخل ویدیوهای مختلف. یه گرینیت بچه ها بر میداری این فرگ رو اینجوری بکش داداشم، ببین خیلی ریلکس برو بالا بچه ها، فرگ رو تو اصلا نیاز نیست خودت هم از بالا پرت کنی پایین، همین رو بگی سر یک ثانیه و نیم پرتش کن. ببین
نه کن بگیرین و از همین جا ما حتی دستتو بگیری بالا راحت، حالا من خواستم قشنگ باشه دیگه پیام سر یک ثانیه و نیم میذاریم تمام، تمام شد و رفت. اینم بچه روش فرگ بود، میگم اون نردبونه بچه هر گانی دستتون باشه بعد تو با اس ام جی هم زرنگ باشید میذاریم. من نیام با اف جی آخ آخ جامپو ببین، با اف جی هم خواستم بزنم که ببین بچه ها باگ واسه همه چی کار میکنه. داداشم بیا پایین بیا پایین بچه ها، تنها راهیم که بتونید مستقیم به این تیر بزنید در صورتی که میگم اگه نشسته باشه به سمت چپ از این ور میشه، به راست از اون میشه، ولی وسط باشه اینجوری بچه تنها راهش همینه، یعنی از همینجا بچه یه نشونه گیری دقیق میزنی بچه چیز شاد میشه. آره این از این بچه داستانده گفتم بچه زیاد وقتتون نگیرم، این از این موضوع. حالا میگم هر چی تو ذهنم بود و گفتم، چون همه تونو میبینم از نردبون میخواید برید بالا تازه بدون باگ، یعنی همینجوری عادی میپرید بعضی اوقات تیراتون میخوره، اکثر اوقات هم ناک میشید بچه ها. اینجوری بزنید انمی خوری بکنید. آقا خلاصه دم همگی گرم بچه ها، خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم، نظرتون رو کامنت بذارید برام، انرژی پر رو دیگه بریم بچه ها جلو بودو ببینم.